قصه ذو القرنين عدل و عادل بودن اساس کاری پادشاهان است و از بزرگترین پادشاه عادل در تاریخ دنیا این ذو القرنین بود او را با این نام نامگذاری کردند زیرا او تمام غرب شرق را به ملک خود درآورد الله سبحانه و تعالی به او سبب های پرقوت شدن و پادشاه غرب شرق گشتنش را آسان گرداند الله سبحانه و تعالی در حق او چنین فرمود به درستی که ما به او در زمین دسترسی دادیم و به او در هر چیز سامان دادیم پس در پی دستیابی به هدف کرد سوره کهف آیت 84 و 85 یعنی از وسایلی که الله سبحانه و تعالی داد استفاده نمود و این به ما درس است در گرفتن سبب ها و توکل کردن به الله سبحانه و تعالی حدیث عمر ابن امیه رضی الله عنه از که گفت مرد از پیامبر صلی الله علیه و سلم از دو کار پرسید آیا او شتر خود را به جای ببندد یا آن را به حال خود گذاشته پس از پی کارش رود پس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اول شترت را ببند تا به کجای نرود و گم نگردد پس توکل به الله سبحانه و تعالی بکن و به کار و حاجت خود برو حدیث با روایت امام ترمذی و ابن حبان و ذوالقرنین به ساحل اقیانوس به طرف غرب رفت و در آنجا قومی را پیدا کرد که آنها کافر بودند ولی ذوالقرنین به آنها با عدل و با حکمت رفتار و معامله کرد الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود گفت اما کسی که ستم کرده است پس او را عذاب خواهم کرد سپس به سوی پروردگار خود بازگردانده شود پس او را به عذاب سخت عذاب کند و اما آن کسی که ایمان آورد و کار شایسته کرد پس او را از روی پاداش حالت خوش است پس در باب او از فرمان خیش سخن آسان خواهم گفت یعنی او را در دنیا نیز گرامی خواهم داشت به وی نرم و مهربان خواهم بود و از خیر و خوبی به وی دریغ نخواهم داشت سوره کهف آیت 87 و 88 پس ذوالقرنین به طرف مشرق رفت و در آنجا قومی را پیدا کرد که خانه های داشتند که حتی از آفتاب سر آنها را نمی پوشانید الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود تا وقتی که به محل برآمدن آفتاب رسید چنین یافت که آن بر گروه برمی آید که برایشان این طرف از آفتاب هیچ پرده نساختیم یعنی قومی را یافت که سقف خانه و پوشش نداشتند تا گرمی آفتاب را از آنان باز دارد و درخت هم وجود نداشت که برای آنها از گرمی آفتاب سایبان باشد همین گونه الله سبحانه و تعالی به ذوالقرنین از قوت و علم و حکمت عطا کرد که به مشرق و مغرب برسد الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود با آنها نیز همچنان کرد و به درستی که ما اون چرا که از روی خبرداری نزدیک وی بود فرا گرفتیم یعنی الله سبحانه و تعالی بر اون سبب هایی که نزد ذوالقرنین وجود داشت احاطه و آگاهی کامل همه جانبه داشت زیرا هیچ امر پنهان بر او تعالی پنهان نیست سوره کهف آیت 91 پس ذوالقرنین به مکان رسید که قوم در بین دوکو بودند آنها علمی کم و هم حیله و فریب را نمی دانستند آن قوم به ذوالقرنین مال و ملکی را پیشنهاد کردند که از دو قوم آزاردهنده آنها را نجات بدهد و بین این دو کوه را ببندد الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود گفتند ای ذوالقرنین به درستی که این یعجوج و ماجوج در زمین فساد کنندگانند پس آیا برای تو باج مقرر کنیم بر شرط آن که در میان ما و آنها سد بسازی ولی ذوالقرنین از آنها چیزی نگرفت رد کرد و از آنها طلب کرد که در بنای این بین دو کوه که با آهن برداشته می شود یاری دهند وقتی که با آهن اون را محکم کردن بروی آن مس را آب کرده ریختند بنابراین وقتی که قوم یعجوج و ماجوج خواستند آن را سوراخ کنند ولی نتوانستند الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود پس یعجوج و ماجوج نتوانستند که بر آن بالا روند و آن را سوراخ کردن نتوانستند سوره کهف آیت 97 یعنی حتی از پایینش نتوانستند سوراخ کنند زیرا بنیاد آن خیلی سخت نیرومند و در زمین فرو رفته بود و این دیوار
تا نزدیکی روز قیامت باقی میماند تا اینکه الله سبحانه و تعالی به کشاده شدن آن اجازت ندهد و یعجوج و ماجوج به نزد مردم برایند. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود گفت این صنعت نعمت از پروردگار من است، از چون وعده پروردگار من بیاید یعنی قیامت نزدیک شود آن را هموار کند و وعده پروردگار من راست است. سوره کهف آیه 98.